دوستان عزیز سلام در این ویدیو میخوام یک تکنیک طلایی بهتون معرفی بکنم و خودم هم انجامش میدم که ببینید چجوری انجام میشه که بهتون کمک میکنه مهارت اسپیکینگ یا صحبت کردنتون رو ظرف مدت 5 6 ماه به طور چشمگیری تقویت بکنید اگر اولین باری که یکی از ویدیوهای کانال من رو میبینید و هنوز عضو کانال من نشدید لطفا دکمه قرمز سابسکرایب رو فشار بدید زنگوله روشن بکنید که ویدیوهای بعدی من را از دست ندید قبل از اینکه براتون توضیح بدم که این تکنیک طلایی چیه باید بهتون بگم که منظور من این نیست که هیچ مطالعه‌ای نداشته باشید کلاس نرید هیچ کتابی نخونید فقط بشینید این تکنیک رو انجام بدید و بعد شش ماه زبان انگلیسی شما و مهارت صحبت کردنتون زیرو میشه منظور من اینه که این تکنیک در کنار کارهای دیگه که شما دارید برای یادگیری زبان انجام میدید در کنار کتابایی که میخونید کلاسی که میرید میتونه به شما کمک بکنه که از نظر واژگان گرامر و تلفظ تغییر مهمی رو در مهارت اسپیکینگ خودتون مشاهده بکنید بریم سر وقت این تکنیک این تکنیک چند تا مرحله داره مرحله اول اینه که یک پادکست انتخاب بکنید برای اینکه کارتون راحت بشه و چون میدونم ازتون ممکنه در انتخاب پادکست مشکل داشته باشید دوتا لینک براتون در توضیحات ویدیو و در اولین کامنت که پین شده میذارم میتونید از این دو پادکست استفاده بکنید خب پس پادکستتون انتخاب شد مرحله دوم قسمتی از پادکست رو گوش بدید مثلا اگه پادکست 6 دقیقه یا 7 دقیقه است و شما فقط میخواید 20 دقیقه برای این تمرین وقت اختصاص بدید دو دقیقهش رو گوش بدید اصلا پاز نزنید و بذارید دو دقیقهش قشنگ بره شما گوش بدید بعد پادکست رو دوباره بیارید از اول عبارت به عبارت و جمله به جمله سعی کنید پادکست رو متوقف کنید و تکرار کنید پس به عبارت گوش میدید تکرار میکنید و البته صدای خودتون رو ضبط میکنید این کار رو میتونید با گوشی موبایلتون خیلی راحت انجام بدید People who fit this description take comfort in routines. People who fit this description take comfort in routines. Of course, this is not true for everyone. Of course, this is not true for everyone. Course, true for everyone. پس هم میتونید ساختار یاد بگیرید هم میتونید تلفظتون رو یاد بگیرید و باش تمرین بکنید و هم کلمات جدید ولی خب باید صدای خودتون رو هم زب بکنید که بعداً بتونید مقایسش بکنید Many older people adapt and change very easily to Many older people adapt and change very easily new situations to new situations. But perhaps they were always like that. But perhaps, but perhaps, but perhaps. اشکالی think... نداره اگه توپق بزنید. هدف اینه که توپق بزنی، اشتباه بگی و بعد سعی کنی خودتو به اون نزدیک و نزدیکتر بکنی. even when they were younger even when they were younger اولش میتونید با عبارات خیلی کوتاه شروع بکنید حتی با کلمه شروع بکنید چون که وقتی که شما این تمرین رو تازه شروع میکنید ممکن نتونید عبارات طولانی رو به خاطر بسپارید و بعد تکرار بکنید که بتونید صدای خودتون رو ضبط بکنید این کار رو تا انتهای پادکست انجام بدید یعنی گوش بدید عبارت به عبارت پادکست رو متوقف بکنید و بعد تکرار کنید و صدای خودتون رو ضبط بکنید در مرحله آخر باید صدای خودتون رو با اون پادکست مقایسه بکنید ببینید از نظر تلفظ گرامر و از نظر واژگانی که استفاده شده چه تفاوتهایی بین صدای شما و اون پادکستی که گوش دادید هست سعی کنید با دقت تمام تفاوتهای ریز و درشت رو در بیارید وقتی که این کار کردید و دو دقیقه از پادکست رو انجام دادید برای روز بعد برای تمرین بعدی میتونید ادامه همون پادکست رو به همین شکل پیش برید. اگه احساس میکنید کلمه ای رو اشتباه تلفظ کردید، تلفظش رو از دیکشنری چک بکنید. بذارید دیکشنری آنلاین یا موبایلیتون تلفظ رو براتون ادا بکنه. اگه معنی کلمه ای رو متوجه نمیشید، معنیش رو دقیق چک بکنید. این تکنیک خیلی ساده است ولی طلایی به خاطر اینکه چند تا مزیت داره. مخصوصاً برای اونهایی که معلم ندارن یا کلاس نمیرن، بهشون اجازه میده که متوجه بشن که زبانی که دارن تولید میکنن میکنن آیا از نظر تلفظ خوبه یا بده چون همه ای ما قدرت تشخیص رو داریم که صدای خودمون رو با اون چیزی که شنیدیم مقایسه بکنیم و تفاوتها رو در بیاریم حالا ممکنه نتونیم دقیقا مثل اون در واقع گوینده ادا بکنیم ولی تفاوت رو متوجه میشیم همین که شما تفاوت رو متوجه بشی این خودش مرحله اول یادگیری زبانه چون باعث میشه تو مراحل بعدی شما سعی کنی خودت به اون گوینده به اون پادکست نزدیک و نزدیک‌تر بکنی مزیت بعدیش اینه که کلمات زیادی رو از داخل متن از درون اون پادکست یاد میگیرید این بهترین روش یادگیری واژگانه واژه رو شما توی جمله و توی یک محیط طبیعی یاد میگیری و این هم به یادآوری بلند مدتش کمک میکنه همین که خودت وقتی بخوای واژه رو تولید بکنی میدونی دقیقا چجوری باید استفاده بشه مزیت مهم بعدیش اینه که شما بدونی که گرامر بخونی زبان یاد میگیری دقت کنید بچه من مخالف یادگیری گرامر نیستم یادگیری گرامر یکی از ارکان یادگیری زبانه ولی با گرامر خوندن مخالفم به نظرم خوندن گرامر برای خیلی از زبان آموزا کسالت آوره و ممکن اصلا مفیدم نباشه ولی یادگیری گرامر از طرق مختلف میتونه انجام بشه که یکیش همینی که شما متنی رو بخونید یا گوش بدید و اون ساختارها به صورت ناخودآگاه توی ذهن شما جا بیفته مزیت مهم آخر این تکنیک اینه که به شما کمک میکنه که توانایی شنیدنتون رو هم تقویت بکنید یعنی لیسنینگ کامپریهنشنتون توأم با صحبت کردنتون و اسپیکینگتون تقویت میشه و این دو مهارت با هم پیش میرن این کار رو روزی 20 دقیقه 25 دقیقه اگه وقت ندارید 15 دقیقه در روز برای مدت 6 ماه انجام بدید و ببینید چه میکنه چه نتیجه میگیرید تا ویدیو بعد